بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. عصر روز جمعه، حرم مطهر علوی شاهد برافراشته شدن پرچم اندوه و عزا به مناسبت بزرگداشت شهادت پیامبر رحمت و بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود. در این مراسم جمع زیادی از مردم عزادار و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شرکت کردند و به اقامه عزا برای آن حضرت پرداختند. گفتنی است موکب‌ها و هیئت‌های حسینی در شهر نجف اشرف نیز مانند سال‌های گذشته خود را برای پذیرایی از زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام مهیا کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان از ناپدید کردن افراد به شکل ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد خود از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و زنان معترض استفاده می کنند. این سازمان روز جمعه 9 شهریور در پیامی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان گفته است که طالبان باید فوراً به ناپدید کردن پایان داده و افراد تحت بازداشت را آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر هم به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان گفته است که از اواخر دهه 1970 تا کنون ده‌ها هزار نفر در افغانستان توسط نیروهای دولتی یا شبه نظامیان بازداشت و ناپدید شدند. بزرگترین مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه بانوان از 10 شهریور ماه در شهر دارالسلام تانزانیا برگزار شد. این مسابقات در رشته‌های حفظ 1 جزء، 3 جزء، 5 جزء، 7 جزء، 10 جزء، 15 جزء، 20 جزء، 25 جزء و 30 جزء قرآن کریم برگزار می‌شود و در هر رشته به 3 نفر از برترین‌ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. گفتنی است یکی از ویژگی‌های این همایش نمایش نسخه از قرآن الکترونیکی می باشد. وزیر کشور ترکیه از دستگیری نزدیک به 120 فرد مظنون به عضویت در گروه سنی‌های تندروی داعش در جریان یک رشته عملیات امنیتی چند روزه در شمار زیادی از استانهای این کشور خبر می‌دهد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد افراد مظنون به عضویت در گروه سنی‌های تندروی داعش در جریان عملیات 5 روزه خود در عملیات گرز 10 در 23 استان ترکیه از جمله استانبول و آنکارا دستگیر شده‌اند. تأکید کرد که این عملیات را نیروهای ادارات پلیس در استان‌های مذکور با هماهنگی اداره کل امنیت و اداره مبارزه با تروریسم این کشور انجام دادند. اعتراضات خیابانی در حداقل 16 شهر اندونزی از جمله جاکارتا پایتخت این کشور پس از دعوت ائتلاف حاکم جوکووی رئیس جمهور این کشور از متحدان خود برای تشکیل جلسه در پارلمان در 22 اوت برای اصلاح قانون انتخابات و اجازه دادن به نامزدهای زیر 30 سال برای شرکت در انتخابات آغاز شده است. در این حوادث صدها معترض در محاصره افسران پلیس و گارد ریاست جمهوری با سردادن شعارهایی رئیس جمهور را به فساد و رانتخاری متهم کردند. شاید ذکر است پلیس حداقل 300 معترض را که اکثرا دانش آموزان دبیرستانی بودند به اتهام حمله به پلیس و تخریب حصار محوطه پارلمان دستگیر کرد.